یک هفته پس از دو زلزله شدید در آذربایجان غربی، هنوز اولیه ترین کمک ها به هموطنان دردمند این مناطق نرسیده است و رسانه های رژیم نیز اعتراف می کنند زلزله زدگان این بخش از کشور همچنان در سکوت خبری در سرما به حال خود رها شدند. پدری 45 ساله از روستای گرناویک می گوید زندگی در سرمای سوزناک منطقه با وجود بچه کوچک بسیار سخت است. کمک های توزیع شده کافی نیست. کودکانمان از سرما مریض شده و به شدت نیازمند احداث خانه هستیم، چون سرما امان از ما برده است. هموطن دیگری که دار و ندار خود را از دست داده است میگوید زندگی در چادر آن هم در سرمای طاقت فرسا سخت است. به شدت نیازمند پتو و لباس گرم هستیم. فرشی یا موکتی نداریم که در این سرما روی آن بنشینیم. شبها از اطراف چوب جمع میکنیم و دور آتش خود را گرم نگه میداریم و تعداد زیادی از اهالی به خاطر سرمای شدید مریض شدند. زن جوانی که مادر 3 فرزند است با گریه میگوید 20 رأس از گوسفندانمان زیر آوار تلف شدند. همه وسایل خانه زیر آوار ماند و خودمان آواره کوچه شده ایم. اینجا سرما بیداد میکند. کودکانمان سرما خوردند. نیازمند دارو و پزشک هستیم. نیازمند کانکس و سرپناه هستیم. رسانه های رژیم اعتراف میکنند واقعا فاجعه عمیق‌تر از این حرف ها بوده و کافی است یک لحظه این صحنه را تصور کنید که همراه خانواده در کنار برف‌های یخ‌زده زیر پتو و در چادرهای نایلونی و کیسه‌ای دام و تیورتان هم هستند و هر لحظه گورکا در کنارتان پرسه می‌زنند.